رفت هم روی ایر با درود به بینندگان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال خوبی داشته باشین. امیدوارم هر جای دنیا که هستین در خوشی و سلامت باشین و دست همه شما باشه. دوستتون داریم. ما بدونین که اینجا میایم به خاطر عشق به شما میایم اینجا که برنامه اجرا بکنیم، که واقعا که دست این خدای زنده رو بذاریم تو دست شما. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم. خدای خداوند، شکرگزار و سپاسگزاریم برای این وقتی که به من دادی. خداوند شکرت میکنم برای جلال نامت. خداوند هر چیزی که از زبانم بیرون میاد خداوند تو کنترل بکن، تو هدایت بکن، تو حمایت بکن، تا بتونم خداوند آن چیزی که شایسته نام توست اینجا به زبانم بیارم. خداوند خداوند امروز ما رو، وقت ما رو در دستای خودت بگیر، به منو تقدیس بکن، زبان منو تقدیس بکن، تا بتونم نام تو رو جلال بدم. به نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، خوبین؟ گیلونین عزیز چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب ببون. امیدوارم که زمستون برف هم، ولی متاسفانه پارسال که همه میره گوتیم زمستون شیمو برف تنین، ولی همو یره برف ندنیم. یره الان آتش سوزی بیش از حد، چون بادای گرم توفانای باد به ما ایران خیلی هم گرمه. بعد اینکه آتش سوزی های بسیار، و بعد اینکه خیلی هم خونه بسوخته، ما در دعایم به نام عیسی مسیح دعا کنیم که کنترل بادون در دست خداوند بون و یه آتش سوزی هر چی زودتر تمام بون، برای اینکه واقعا مردم همه الان اسیر بون، همه ایوروور ایستن. ولی چی ایده طبیعت چی شنه بودن؟ هیچ کاری نمیشه کرد، چون طبیعت دیگه یا بگیم خشم طبیعت، یا دیگه این دیگه طبیعتی است که باعثی باد و طوفان و دیگه بارون و برف و همه چی میاد. ولی خیلی خوشحالم که برف با ما در گیلون، در نقاط های بسیاری از نقاط ایران برف با ما، خیلی خوبه. برای اینکه آدم احساس کنه که زمستونی هست، نه ولی همه یار نه زمستونی تینیم بینیم، نه تابستون بیش از حد گرم. الان هم که پاییز زمستون علی نزدیک آبادره، باز اما ایره گرما دنیم، مثلا حدودا 27-28 درجه بالای صفر. الان ده یه دونه یوتیوب رو نگاه کردم، یک نفر ترک بود، آقای ترک که بوش او مکه، خیلی جالب بود، چون صداش یه جور بود، آدم همه چیه متوجه نبوم، ولی تا حدودی متوجه بوم. بوشو بو تو از ترکیه بوشو مکه، بوشو مکه زیارت بکنه. در اور خداوند عیسی مسیح ملاقات بوده. خدای ما در همه جا تین شما رو ملاقات بکنه. یه دفعه بده که یک نفری هی به گوشش گونه که ایره که تو دور زیه داری دور نزن، ایره مو تن نیسم، بلکه بوشو تی خونه، برگرد به خانه خودت. اینقدر صدا گفت بهش، بعد مرده یه ذره فاصله گفت که به رفیقش گفت تو این صدا رو میشنوی؟ گفت چی صدایی؟ گفت یه صدای وایس میاد، یه صدایی میاد که به من میگی برگرد، نمیخواد تو اینجا وایسی، برگرد به خونه خودت. میگه من این صدا اینقدر چیز بود، بعد اعلام کرد که من دارم میگم، من عیسی هستم که دارم بهت میگم برگرد. این برگشت به خونه، بعد رفت خونه، دید که در طرف چپ سینهش دست خورده است، همه مثلا موهاش اون و همه سیاه بود، درست همون طرف به اندازه یه دست همه سفید شده. گفت این علامتی باشه برای تو که من با تو صحبت کردم. این داشت تستمونی میداد واقعا خدا چقدر با محبته، عیسی مسیح چقدر با محبته که حتی در هر جا باشی تو رو انتخاب بکنی، میخواد تو رو بیاره به طرف خودش. چون خداوند میگه که راهی که به جهنم میروی خیلی بزرگه، ولی راهی که به بهشت میری خیلی تنگه. البته روح که هست خیلی جمع میتونه بره، چون جسم دیگه نیست دیگه، روحه. ولی خب منظور این که این دنیا اینقدر برای جهنم و این چیزا هست که مردم بیشتر به طرف اون خوشی های جهنمی میرن، به طرف شریر و شیطان میرن، چون شیطان با چیزی که نمیاد، به اینجوری که نمیاد، به با سختی که، با خوشی، با شادی، با دنبکود زدن و فلان زدن تو رو میاره به طرف خودش شیطان.
ولی باز خدای ما چون خدای عشق، خدای محبته، من میدونم که جاده بهشتم بزرگ میکنه که آدمای بیشتری به خانه های بهشت خداوند وارد بشه، به خانه خداوند در بهشت برای ما گذاشته، ما اونجا ساکن باشیم. الان بعضیا میگن باز این داره میگه بهشت و جهنم و، ولی عزیزان برین توی یوتیوب برین، هر جایی که آنلاین میخوایم برین بزنین که تجربه بعد از مرگ ببین اونا چی میگن. اونایی که 20 دقیقه مردن، اونایی که 2 ساعت مردن، اونایی که 24 ساعت مردن، از سردخونی اینا رو آوردن بیرون زنده شدن. ولی بریم ببینین که ببینین حقیقت، واقعا چیزایی که داریم میگیم حقیقته. من امروز میخوام تعلیمی که عیسی مسیح به ما داده میگه چجوری با مردم رفتار کنیم، چجوری با خودمون رفتار بکنیم، اونو از متی 5:33 براتون میخونم تا وقت اجازه بده تا 48. میگه خداوند میگه باز گفته شده که قسم دروغ نخور و هرگاه به نام خدا قسم یاد کنی آن را وفا کن. خداوند میگه قسم نخور، یعنی علکی قسم نخور، علکی مثلا علکی به جان خودت هم قسم نخور، به هیچ چیزی قسم نخور، اگرم قسم خونی بفا بکن بهش. اما من میگویم هیچگاه قسم نخور. عیسی مسیح میگه من میگم هیچگاه قسم نخور، نه به آسمان که تخت خداست و نه به زمین که پای انداز اوست. ما که ایمان داریم که خداوند در آسمان، به زمین فرش زیر پای خداونده، و نه به اورشلیم که شهر آن پادشاهی بزرگ است. اورشلیم برای خداوند معنای دیگه داره. اورشلیم انتخاب شده خداوند، شهر خداوند. حتی اونه به اورشلیم قسم نخور، چون اورشلیم اون موقع خانه خدا در اورشلیم بود که الان ویدن خانه خدا عوض بودن، در صورتی که همچی چیزی نه، خانه خدا در اورشلیمه. الان هم که پایتخت هم اورشلیم بود و همه داد فریادون در امار، ولی از اول هم پایتخت اورشلیم بود و از اول هم همین بود. کارگردان ما ایگونه برای تقدیم هدایا گونه صحبت بکن، برای اینکه آر میکنه زیر صفه. واقعا از شما خانم ملت عزیز، شمایی که خانین با خداوند راه شدین، شمایی که خانین واقعا میخواین که مردم بسیاری با این کلام خداوند آشنا بشن و نجات پیدا بکنن، به این تلویزیون هدیه بفرستین، کمک کنین تا به توسط شما انسانای بیشی، شاید بگم ایرانی ها حداقل، نجات پیدا کنن و رای راست درست خداوند رو پیدا بکنن و رای راست برن. خواهش میکنم کمک بکنیم به ما. ادامه میدم. میگفت نه به اورشلیم که شهر آن پادشاهی بزرگ است، که شهر پادشاه خداوند میگه، شاه شاهان عیسی مسیح، شهر مالون قسم میگه نخور به اون. به هیچ یک از اینا سوگند یا نکن، به هیچ چیزی میگه سوگند و قسم نخور. میگه به سر خود نیز قسم نخور، نگو به جان خودم، به سر خودم، من نمیدونم به فلان فلان قسم، به بچه هم قسم، به فلان هم قسم که من این کار میکنم. زیرا قادر نیستی موی را سفید و یا سیاه گردانی، فقط بگو بله یا نه. چقدر خوب ما حرفی که زیاد داریم بله و نه ببون. یاد من نوعی یاد گرفتم که دروغ نگم و حرفی که میزنم بله باشه یا نه. اگه میخواد شنونده میخواد قبول بکنه، میخواد قبول نکنه، ولی من میدونم با وجدان خودم که دارم راست میگم. وقتی چیزی که راست باشه چی با فایده داره من دروغ بگم؟ ای میگه الان اینجا بهتون میگه باز، اما اگر برای سخنی که میگویی قسم بخوری، نشان میدهی که نیرنگی در کار است. ما چقدر در روز قسم های دروغ خونیم، بخصوص که در دین اسلام هم هنه که قسم تینی، مثلا چیگونه یه قسم من دراوردی، یه چیزی قسم دانیم که قسم یک بخوری اشکال ندنه، ولی
قسم خداوند گونه قسم نخور به هیچی، حتی به جان خودت، حتی به سر خودت، به هیچ چیزی قسم نخور، بله باشه نه باشه. یعنی ما گفت مثلا تو ایران میگن مگه میشه این روز آدم دروغ نگه، مگه میشه آدم بله درست راست بگه همه باور بکنن؟ تو خودت راست بگو، اگه کسی نمیخواد باور بکنه باور نکنه. اگه تو همیشه همینجوری بگی آقا هر کی میخواد باور بکنه باور نکنه حرفای من راسته، یک بار، دو بار، ده بار، 20 بار ایمان داشته باش که قبول میکنن، میگه بابا این دروغ نمیگه. چون برای که قسم خوردم معلومه که داره دروغ میگه. مرد مثلا میاد یه چیزی رو دروغ داره بیاد میگه، به زمین و زمان قسم میخوره. اولین چیزم که برایش اون نقل نباته خداست، قسم خدا خوردن. تا میتونی قسم خدا میخوری با خدا، خداوند به خدا، همین میشه که خدای به این عظمتی رو با همین دروغی که داری میخواد بگه اسم خدا رو هم خراب میکنه میاره بیرون. خداوند واقعا نفرت داره از این کسایی که دروغ میگن به اسم خدا هم قسم میخورن. ما که الان توی دولت مردان ما اینقدر دروغ میگن که اصلا دیگه شاخ دوم نداره. دروغایی که میگن که اصلا تو دیگه اصلا میگن هرچی دروغ بزرگتر باشه مردم بیشتر باور میکنن. اینا تا میتونن دروغای بزرگ میگن که مردم باور بکنن اینا رو. گفته شده اگر کسی چشم دیگری را کور کند باید چشم او را کور کرد. اگر دندان کسی را بشکند باید دندانش را شکست. تر دین مبین اسلام هست دیگه، نه؟ هست که میگه که قصاص دیگه، میگه که اگه کسی دندون کسی رو بشکنه بایسی تو هم باید دندون اونو بشکنی. اگه چشم کسی کورا بودی باید تو هم چشم اونو کورا کنی. یعنی قصاص دیگه. در مقابل اگه دست یه نفر بازی قطع بودی باید دست تو قطع بکنی. این قانون جمهوری اسلامی. ولی عیسی مسیح میگه اما من میگویم اگر کسی به تو زور گوید، با تو اگه گلاویز شده داره زور بهت میگه، با اون مقاومت نکن. اگر حق با توه اون نمیخواد قبول بکنه، با تو یک زور میزنه فلان میکنه میخواد درگیر بشه، میگه با اون مقاومت نکن. چون تو مقاومت هم بکنی هیچ تأثیری نداره، اون قبول نمیکنه، اون میخواد با تو مثلا زورگویی بگه، دعوا بگیره، فلان بکنه. اما با اون مقاومت نکن. حتی اگر به گونه راست تو سیلی زد گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا با آن نیز سیلی بزند. البته این نیست که مثلا خداوند میگه بله بری اونجا هر کس بگی آقا با مشت بزن این طرف صورت منو میدارم اونکی هم بزن، نه اینجوری نیست. خدا میگه اگه در بحثی هستی که میبینی اون طرف هم حالیش نمیشه، میخوای با اون مقاومت نکن. بعد یه دفعه اگه یه سیلی زد به صورتت تو نزن دیگه. میدونی چرا؟ برای اینکه این درگیری بیش از حد میشه. وقتی درگیری بیش از حد شد امکان داره اینجا قتلی صورت بگیره. خدا به خاطر این میگه تو مقاومت نکن. وقتی تو میگی زد به تو چیزی نگفتی، اون خودش آروم میشه، میگه من این همه فحاشی به این میکنم، دارم یه دونم به صورتش زدم، باز این مقاومت نمیکنه. وقتی آتش خشم میخوابونی، خداوند اینو میگه، نه اینو نمیگه که ما اینقدر ضعیف باشیم بریم اونجا بگیم آقا هر کی میتونیم بیای بزنید تو سرکله ما، ما رو خرد بکنید. نه، خداوند میگه مثل کبوتر بیازار باش، مثل مار هوشیار باش. نه که مثل مار هوشیار باش نیش بزنی به مردم، نه، نیش زدن هم خوب نیست. ما باید صحبتهای ما وقتی بیرون میاد باید هی طعنه نزنیم به مردم. اما من میگویم اگر کسی تو را به زور گوید با او مقاومت نکن، حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا با آن نیز سیلی بزند. اگر کسی تو را به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد، این پیراهنی میخواد ازت بگیره، میگه که عبای خود را نیز به او ببخش. به خاطر اینکه چرا؟ به خاطر اینکه میبخشی که
اون دیگه شرمنده میکنی در بخشیدن خودت. حالا بریم یه سورتی گوش بدیم، بیایم بقیه براتون بخونم. با درود دوباره به ملت عزیز ایران. خب این سرود گیلکی هم شنیدین دیگه، ما گفتیم که این همه میایم لاقل یه سرود گیلکی هم پیدا بکنیم مسیح جانم رو بخونه برای شما. به هر حال این اینا رو که داره میگه، البته زمانی بود که اسرائیلیا زیر یوغ رومی ها بودن، بخاطر همون بخاطر که میخواد جان خودشون از دست ندن، خداوند به اینا تعلیم میداد که چجوری برخورد بکنین. ما الان تو ایران هستیم این همینه، مثل که رومی ها موقع بودن، ما الان چی هستیم؟ ما اجنبی های دیگه بر ما دارن حکومت میکنن، زور دارن به ما میگن. اگه ایرانی باشن برای ایران کار میکنن، اگه واقعا ایرانی باشن که نیستن، چون همه عراقی هن، نجفی هن، نمیدونم فلان جا مال هند هن، مال همه جای دیگر هن که دارن حکومت میکنن بر ما. میگه اگر یک سرباز رومی به تو دستور داد که باری را به مسافت یک مایل حمل کنی، تو دو مایل حمل کن. یعنی اونو باز همیشه اینه که وقتی یه نفر به ما کاری میده، ما بتونیم به طور احسن اون کار را انجام بدیم، بتونیم واقعا کاری که مردم عادت روی ما قسم بخورن، کاری که انجام میگه آقا، مثلا کاری که بمعدن گونه آقا، مثلا شاپور از زیر کار در نشینه، خوش کار انجام دینه، هرچی هم انجام داره به طور احسن انجام دینه، خیلی خوب انجام دینه. این خداوند ما تعلیم داده که وقتی اجتماع همچی چیزی ببون، ما مردم همه اینجوری رفتار بکنیم، اجتماع چقدر خوب بنه، چقدر عالی بنه وقتی اینجوری رفتار بکنیم. اگر کسی از تو چیزی خواست به او بده، و اگر از تو قرض خواست او را دست خالی روانه نکن. اگر یه نفر دیدی، مثلا ما خیلی قضاوت میکنیم، مثلا اینجا مثلا املیسا یا این بدبخت گداها رو میبینیم، بعد مثلا میگیم بلش کنیم، مثلا معتاده این، مثلا فلانه، میای یه دلار هم ازیر نیستیم به اینا بدیم، اینجوری قضاوت میکنیم. از کور معلومه که بدبخت شاید خوش کار از دست بده، بی خوش زندگی روی کار از دست بده، خودش خونه زندگی همه از دست بده. ولی گونه کسی که دست نیاز به سویجود در رضا گوده، اگر دست درسنه دست نیازشو برآورده بکن، کوتاه نکن دستشو. بیزار مثلا شرمنده که خب نخنیم کسی شرمنده بکنیم، ولی واقعا در این وصل زمستون هم ایسه مردم محتاج کمک های شما. واقعا مو ایمون دنم کسایی ایسن که با نمیدونم صندوق هدیه مثلا براشون
به وجود بردن یا اکانتایی به وجود بردن شونه که مردم کمک کنن. واقعا دست خدا با شما باشه. برکت خداوند امروز اعلام میکنن بر کسایی که واقعا کمک به مردم میکنن. از آسمان برکت براشون بریزه، مثل آبشار برکت از آسمان به زندگیشون بریزه. در نام عیسی مسیح میطلبم تا میتونیم به همدیگر کمک کنین، چون دولت از کمک کردن شما میترسه، دولت اتحاد شما رو میترسه، میخواد همیشه در شما نفاق و کینه بفرسته که واقعا شما همیشه از هم نفرت داشته باشین، از هم جدا باشین. ولی مردم گول اینا رو نخورین، شما با هم محبت بکنین، شما با هم کمک بکنین، بیزار اتحاد بین شما به وجود بیاد. میگی شنیدید که میگویم با دوستان خود دوستی دوست باش و با دشمنان دشمن، اما من میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و هر کی شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید، با آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا میگویند و شما را آزار میدن دعای خیر کنید. آیا من میتونم کسی که زندگی من نابود کرده دعای خیر بکنم؟ خداوند یک عمل بسیار بزرگی از ما خانه که یه نفر مثلا من نارو بزیه به مو زندگی من بپاشونه، خداوند گونه اون نفرین نکن، اون لعن نکن. چرا؟ برای اینکه اگه تو برایش دعا میکنی همون دعا بر میگرده به خودت. اینه ایمون دارم که او دعا برگردنه به خودت. او دعا، هر دعایی که برای کسی دیگه کاری خدا شنونده، او دعا برگردونه. تو اگه دعای خیر برای او کنی، خیریت انه برای خودت. اگه دعای برکت برای کسی کنی، ایمان بده که برکت در خانواده خودت میاد. ایمان داشته باش به عیسی مسیح، ایمان داشته باش به عیسی مسیح. که ما نمیگیم که مثلا هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره اگه ایمان داشته باشه. خداوند خودش گفت کارهایی که من کردم، حتی مرده‌ها رو زنده کردم، کورها رو بینا کردم، شلان خرامان کردم، خداوند خودش گفته که چی؟ شما همون کار رو میتونین بکنین، بیشتر از اون کار هم میتونین بکنین. من رفته بودم یه جایی توی مغازه، همینجور که وارد شدم دیدم یه نفر افتاد پایین، دیگه نه نفس، نه زنش میگفت چی شده. من بدونی که به هیچ کسی چی بگم رفتم دست گذاشتم روی قلبش، گفتم به نام عیسی مسیح بیدار شو، شفا پیدا کرد. چشمش باز کرد، گفت چی شد، چرا من اینجوری افتادم اینجا. ما نمیگیم ما کسی هستیم، ولی چون به خداوند عیسی مسیح ایمان داریم، همه ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، چی یک روز چه همین حالا ایمان آوردین، بدونین که روی خداوند در درون شماست. و اینه بدونین که اگه همون قدرت خداوند استفاده بکنین، خداوند جواب دهنه. شما بتونین دست بر مرده بنین، مرده زنده ببون. اگه ایمان دنی که خداوندی کارون انجام ده عیسی مسیح، تو هم تینی انجام بدی، چون خود خداوند بوده. اگر ایمان دنی به مو شک نکن، دست بیزار رو مرده، مرده زنده بشه. و ایمان دارم که مرده زنده میشه. اگر چنین کنین، فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود. همون خدایی که میگیش عاشق شما هستم، شما فرزندان من هستین، نه غلامان من. خداوند نمیخواد شما هلاک شوید، ولی داره همیشه. دیروزم با این نفر صحبت میکردم، اینجا ولی داره، میگه که اینا همه افسانه است. ببین، اگه شما با صد بار گفتم، اگه یه ماشینی بهتون بدم با سرعت بیش از حد در خیابانای مثلا این لس آنجلس، بهتون بگن آقا هر چقدر میتونی برو، بذار لایجانه هم بگم، هر چقدر تینی بوشو بره، بی خیال همه 200 کیلومتر، 500 کیلومتر، خب این سرعت بیش از حد در خیابان شلوغ، خب حتما تصادف بیشنه. یه قانونی وجود نباید بداره، نبنم چیزی که خب پلیس تا گینه، تا جریمه کنه، تا زندون کنه.
خداوندم وقتی ما یه رای به ما نینه ما این را نشنیم به را را عوضی شنیم خب یه قانونی دنه خودشم خدا قانون ملت ما انسانون قانون دنیم بعد خدای عظمت دنه این همه عظمت هیچ قانونی وجود ندنه هر کاری بودی بودی پدر خودت هم اگه در خانه خودت بشی نگونه فرزند هر کاری که دلت خانه بکن نه همچی چیزی تا نگونه پدر وقتی خلاف بودی خطا بودی تا جریمه کنه ما چرا اصلا من ندونم چرا نخنیم قبول بکنیم از خانه خودمون بگیریم از زمین قانون خودمون بگیریم و خدا هم همین قانونون دنه بس ما خداوند ما آزاد بنه جایی که مو دل مردم در نرم دروغ نگم مردم سر کلا ننیم جیب مردم نزنم پای مردم خالی نکنم مسخره نکنم مردمو مثلا بنده لاجه دانه مثلا من مسخره بکنن البته مو که ناراحت نبنم ولی کلا نگونم همین لاجن اتفاقا خیلی دوست دارن همین لاجه رو لهجای گیلکی، کردی، شیرازی، اصفهانی لهجه ها قشنگه در تمام چون تو ایران همه شهران یه جور دیگه صحبت کنن همه لهجه دارن لهجه مثلا لهجانیمو بیشتر فارسی ولی لهجه پدر آسمانی خود خواهید بود زیرا او آفتاب خود را بر همه میتابد چی بر خوبان چی بر بدان باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان میبارانه چون خدای ببین خدا ما را آزاد آفریده ما را نمیگه که تو به ما میگه تعلیم میده به ما میگه این راه خوبه این راه خوبه اینا ولی زور به ما نمیگه اگه میگه این راه رو برو اگه من این راه برای من به صلاح من میگه برو اگه من نرفتم راه دیگه رفتم نمیزنه تو سر من میدونه من دارم اشتباه میرم و به من هی گوشزد میکنه توسط من نوعی توسط هزاران میلیون آدم هی به من گوشزد میکنه فرزندم تو راه اشتباه رو داری میری یا راه تو عوض بکن این راهی که تو میری به قول به ایرانی ها به ترکستان است یعنی راه رو داری عوضی میری دیگه اگر فقط آنانی را که به شما محبت میکنند محبت کنید میگی چی برتری دارید با مردمانی که ظالمن به خدا نپرستن اگه من به کسایی محبت بکنم که واقعا این دونم محبتاشون رو برگردونینم با مو مباحثی محبت بکنم که دونم که الان محبت کردم کمک کردم انتظار ندارم که او برگشت بکنه انتظار اگه انتظار بدارم کنه چی فرقی کنی اگه تو دونی که تی پول الان کسی غر زده ای برگردونی نبا تو خود از این غمی ندنی غصه ای ندنی ولی وقتی میدی به کسی احتیاج داره به کسی پول میدی اگه داری کمکی میکنی بس دیگه انتظار نداشت باش که اون برگشت بکنه بهت همیشه ما انتظار داریم که هر کس هر کاری برای ما بکنه برگشت بکنه بعضی موقع هم کاری که ما میکنیم بعضی ها متوجه نمیشن فکر میکنم مثلا این وظیفه منه نه وظیفه هیچ کس نیست به کسی کمک مجانی بکنه یا به کسی نمیدونم برای. ولی چون تو قلبت پر از محبت خداست کمک میکنی کارهایی که مال تو هم نیست انجام میدی وظیفه نیست ولی روی محبت خدایی انجام میدی اصلا به تویی که واقعا این کار رو میکنی امروز شما این ملت ایران امروز واقعا به این خدا عیسی مسیح ایمان بیارین که واقعا بتونین که خداوند خودتونو بشناسین به خدای بیگانه دست نندازین به مردار دست نندازین مردها همه هیچ به درد ما نمیخورن مردر مقابل خدا نپرست خدای واحد حقیقی رو بپرست مرده مرده طلا بیزاری براش قبرشو جواهرات بیزاری الماس بیزاری مرده مرد هیچ چیزی از دستش بر نمیاد بیا به خدای زنده امروز ایمان بیار به خداوندی که میدونی تو رو
میتونه بلند کنه، میتونه خداوند تو رو نجات بده، از بیماری امروز تو رو شفا بده، از بیکاری تو رو نجات بده، از بدبختی، از بیچارگی درون تو رو نجات بده. امروز به این خداوند ایمان بیار که بذار خداوند واقعا زندگی تو تحول ایجاد بشه. دعا بگن در نام عیسی مسیح که امروز عیسی مسیح به قلبت بیار، به امروز عیسی مسیح خدا و خداوند خودت و منجی خودت در زندگی بکن. همه شما رو دوست دارم، شما رو به خدا میسپارم. تا وقتی دیگر، تا هفته دیگر، بدرود. مرسی که به ما گوش دادین.